پایه اصلی ایجاد امنیت در اسکیل سرور ساخت لاگین ها هستند تا ما یک مجوز ورود صحیح نداشته باشیم نمیتونیم روی امنیت حساب بکنیم خب دقت کنید لاگین ها دو دسته هستند لاگین های مبتنی بر ویندوز و لاگین های مبتنی بر خود اسکیل سرور بریم ببینیم چطوری میتونیم لاگین رو ایجاد بکنیم و این نکته رو هم باید تذکر بدم که بیشتر بررسی ما و فشار کاری اسکل سرور روی لاگین های سطح خود اسکل سرور هستند و لاگین های ویندوزی به اون صورت برای ما در این حالت مفید نیستند این نکته رو باز هم تذکر بدم که در صورتی که یک شبکه دامین روی شبکه داخلی یک مؤسسه یا سیستم کاری وجود داشته باشه باز تا حدودی میتونه وضعیت ویندوز و امنیتی ویندوز برای ما مفید باشه در غیر این صورت به اون صورت نمیتونه مشکل ما رو حل بکنه و در 90 درصد اوقات لاگین در سطح خود اسکیل سرور بیشتر میتونه ما را در مسائل امنیتی جلو ببره حال بریم ببینیم چگونه میتونیم یک لاگین جدید ایجاد بکنیم برای تولید لاگین جدید از یک دستور ترانزکت به نام کریت لاگین میتونم استفاده بکنم با این دستور و قید کردن نام دومین و یا یوزری که دارم و بعد از اون با آوردن کلمه فرام میتونم پارامتری به نام ویندوز قرار بدم و لاگین خودم رو, رو روی ویندوز ایجاد بکنم و مشابه اون دقت کنید برای ساخت لاگین در سطح SQL سرور کریت login, لاگین نیم از ویت استفاده میکنم و پسورد اون رو هم در همونجا میتونم وارد بکنم پارامترهای های دیگری هم داره که اونها رو هم با همدگی بررسی میکنیم مثلا دقت کنید در اینجا من یک لاگین جدید ایجاد کردم کریت login یک نام ویت برابره برابر با این رمز ورود من هست دقت کنید در رمز ورود از یک رمز ساده مثل مثلا یک دو سه چهار یا شماره شناسنامتون استفاده نکنید یه مقداری رمز رو پیچیده تر بکنید تا دسترسی به اون مشکل باشه دو پارامتر در ادامه قید کردیم یکی به نام چک Expression آن و دیگری چک پالیسی آن چک اکسپریشن این وضعیت رو مشخص میکنه که یک جایی در یک تاریخ این رمز اکسپایر بشه یعنی در اصل شما دارید اعلام میکنید که وضعیت اکسپایریشن رو آن قرار بده و وضعیت بعدی پالیسی هست رمز ها در محیط اسکیل سرور یک سری قاعده و قانون هایی رو دنبال می کنند مثلا طول اونها از یه مقداری نباید کمتر باشه حتما توش کاراکتر و عدد هر دو وجود داشته باشه و از این دست قوانین با آن کردن وضعیت چک پالیسی تمام اونها روی رمز شما قید میشن اگر که با تمام اون قواعد مطابقت داشت اجازه ایجاد لاگین رو به شما خواهند داد دقت کنید مشابه خیلی دیگه از آبجکت ها که با کریت ایجاد و با آلتر دستخوش تغییر می شدن می این کار رو با لاگین هم انجام بدید به این آلتر لاگین لاگین نایمی که دارید پسورد پسورد جدیدی که داشت دارید دقیقا اون یک آبجکت دیگه میتونید دستخوش تغییر بکنید لاگین ها رو میتونید دیسیبل یا اینیبل بکنید با این دستور آلت لاگین نام لاگین و آوردن قید دیسیبل در ادامه اون به سادگی میتونید لاگین رو دیسیبل بکنید همه این اعمال رو میتونید با مراجعه با قسمت سکیوریتی در خود دیتابیس و خود اسکل سرور هم انجام بدید دقت کنید بعد از ورود به محیط اسکل سرور در قسمت سکیوریتی شما میتونید همین روند رو با یک محیط ویژوال ادامه بدید دقت کنید یک کلیک راست نیو لاغین. حالا به این صورت در اینجا نام لاگینی که دوست دارید رو وارد کنید مای تست لاگین خب وضعیت امنیتی از شما سوال کرده میشه اون روی ویندوز قرار میدیم و رمز خودمون رو وارد میکنیم حالا همون آیتم های چک پالیسی و غیره رو اینجا داریمشون ببینید این فورس پاسورد پالیسی password expiration و user must change password at next login این به این معناست که در اولین ورود یوزر مجبور بشه رمزش رو تغییر بده این مال موقع هایی هست که برای دیگران داریم مثلا رمز ایجاد میکنیم برای اینکه که بعدن مشکل نشیم که عنوان بشه که مثلا رمز اونها رو ما ایجاد کردیم و رمز رو در اختیار داریم با زدن این تیک در اولین لاگین مجبور میشه رمزش رو عوض کنه حالا یا اینکه روی همون رمز قبلی بمونه تا همینجا شما میتونید یک لاگین جدید ایجاد بکنید یعنی کافی دکمه اوکی رو بزنیم و لاگین جدید ما ایجاد میشه اما اگر دقت کرده باشید موقع ساخت لاگین در بخشی سرور رول ها رو از ما سوال میکنه سرور رول ها همون نقش ها مجوزهایی هستند که به صورت پیش فرض در اسکیل سرور تعریف شدن در بخش بعدی میپردازیم به تعریف یکیه که این سرور رول ها چون باهاشون در آینده زیاد سرکار